دوستای عزیز سلام، خدا کنه که خوب و جور و صحتمند و سر حال آرام باشین. عزیزای دل، امشب میخواستم که یک مقدار آی خانم رولی آماده کنم چون تایم نداشتم و گفتم که سریع آماده کنم، زیاد نمیتونم با خمیر بازی کنم و اینا، گفتم بیام خمیر رولی را آماده کنم که خیلی سریعتر انجام میشه، دیگه خمیر بازی و اینجور چیزا هم ندارم و گفتم که ویدیوش هم با شما شیر کنم، شاید شما دوست داشتین تو خانه آماده کنین. عزیزا انقدر خسته، مثلا خدا خبره خستگی به خاطر اینه که کارتای آبربان که ما انگار نیاز به تمدید داشت، اونم 3 ماهه بیشتر وقت نداشت و امروز رفتم بانک و نمیدارم تا اون رو انجام دادم، تمدید کردیم و خلاصه خیلی طول کشید، زمان برد و خیلی هم شرایط سختی بود که میگفتن مهاجرین افغانی اتباع حق ندارن مثلا بیش از یک دونه کارت داشته باشن، باید بقیه کارت ها خصوصاً و یک دونه کارت داشته باشن. دیگه رفتیم صحبت کردیم اونا تا کارمون راه افتاد، یک کارت یک ساله بهمون دادن، خیلی زمان برد و به خاطر همین خیلی خسته ام و از مسیر طلاب تا راهن پیاده اومدم، به خاطر همین اصلا بدنم کشش نداشت. دیگه خلاصه گفتم میشب سری سری شام آماده کنم، یک ویدیو برای شما بگیرم، شاید که دوست داشته باشین ویدیو را و خواستیم داخل رولی قرار با هم دیگه آماده کنیم. و مواد اصلی ما هستش گوشت ماشین شده، گوشت چرخ شده، زردگ یا هویج خلال شده، کلم سفید ریز خورد شده یا کرم سفید. هموطنای ما در افغانستان فکر می‌کنم این کرم بگم، ما در ایران کلم سفید میگیم. دیگه لپه جوش داده شده یا دال نخود جوش داده شده یا لپه آب پز شده برای قرمه رویش میتونید از این استفاده کنید. گشنیز تازه خورد شده داریم اینجا برای عطر و طعم بهترش و پیاز ماشین شده ریز که آبش هم گرفتیم، آب اضافیش گرفتیم. دیگه بعضی از سیب زمینی هم اضافه میکنن، کاملا دلخواه، اگر دوست داشتین میتونید به جای کلم سفید از کلم بنفش استفاده کنید، خیلی خوشمزه میشه و یا میتونید به شکل منتو هم آماده کنید، یعنی پیازشو بیشتر کنید، دیگه این دو تا سبزیجات دیگه رو حذفش کنید، کاملا دلخواهی هستش. اگر خواستین که آی خانم نباشه و منتو باشه، هویج و کلمشو حذف کنید، ولی چون آی خانم هستش مزهش دمی سبزیجاتی هستش که اضافه میکنیم. با ما همراه باشید عزیزا، تشکر میکنم از همه شما عزیزایی که لایک و کامنت میذاریم برای ما، من همه رو میخونم و تا حد امکان همه رو جواب میدم و یک خوش آمدید بگم برای عزیزایی که تازه به جمع پیوستن. تشکر که وقت میذارین و ویدیو رو نگاه میکنین، حمایت میکنین، با ما همراه باشید، بریم با هم دیگه ای آی خانم رولی خیلی سریع و خوشمزه رو با هم دیگه آماده کنیم. خب دوستای عزیز، اول از همه قرمه روی آی خانم آماده میکنیم. یک دونه پیاز نگینی ریز خرد کردم، سرخش میکنم، پیاز نگینی خرد کردم، نگینی ریز که خرد کنید خیلی خوب لابدار میشه. پیاز که به حدودی سرخ شد در همین حد کافی ازه، سیرش ما کم کنم که نسوزه. حالا بهش سیر اضافه میکنم. کل غذای ما کلن همه مراحلش سیر داره، یعنی داخل مواد آی خانم سیر داره، داخل ماستش سیر داره، داخل قرمش هم سیر داره، کلن خاصیت داره سیر، ازش غافل نشین، بوی بعد گوشت میگیره، طعم خوب میده. دیگه ما کلا سیر خیلی مصرف داریم تو همه غذا. سیرم که اضافه کردیم یک تفت کوچولو میدیم، سیر لازم نیست یا سرخ بشه. حالا من زردچوبش اضافه میکنم. اینم از فلفل قرمز نمکشم بعد بزنم، یکم همراه زردچوبه و فلفل مخلوط میکنیم، تفت میدیم و حالا روپش رو اضافه میکنیم. روپش هم سرخ کنیم که خوب قشنگ رنگ رو باز کنم. حالا لپه آب پز شده رو بهش اضافه میکنیم. لپش من از قبل جوش دادم ولی 100% پخته نشده، چند درصدش مانده که کامل پخته بشه، بعدش میذارم با همه روب و ایناش پخته بشه. حالا بهش آب اضافه میکنم.
بذارین که قرمهش خوب جوش بخوره و نرم بشه کاملا و لعابدار بشه. یکم از ادویه مرچ مساله‌ای که قبلا آماده کردم از اون میریزم که خیلی طعم خوبی بهش میدن. از این ادویه خانگی که طرز تهیه‌اش داخل کانالم هستش، توی اینستاگرامم هم هستش، باز براتون ویدیوش رو میذارم. از قبلا هم گذاشتم ولی خب بازم میذارم، خیلی پایین رفته ویدیوشی. بذاریم تا قرمش جا بیفته. دیگه با قرمش کار نداریم. انجام که چند تا پیازی که خوب سرخ شده قشنگ بالا میده. بعد اینکه درشو میبندیم، میذاریم که قرمه جا بیفته. خب حالا میخوایم مواد آی خانم رو آماده کنیم. یک مایتابه بذاریم سر گاز، یه خورده بزرگتر باشه بهتر از و کوچولوی یکم. یکم روغن بریزم. خب میذاریم یه خورده روغن گرم بشه، بعد گوشت چرخ شده رو بهش اضافه میکنیم. نپره روی صورت هم دیگه ناکارم با قاشق اضافه کنم. اول از همه گوشتش را سرخ کنید. بعضی ها هستن گوشتش خام میریزن. ما تا حالا خام نریختم عزیزا. ممکنه که خوشمزه بشه ولی من تا حالا تست نکردم، نمیتونم بهتون پیشنهاد بدم که خوب میشه یا نمیشه. وقتی این گوشت خام باشه باید با او بخار دیگه من تو پخته بشه، ولی خب من یه ریسک نمی کنم، شاید پخته نشد دیگه مسموم نکنه بابا، نمیارزه به جنجالش. اما اول بگیرم پخته کنم ایشه، بعدش هم راحت فقط یک بخار بدین و تمام. حالا من گوشت چرخیدش رو سرخ میکنم که تایم ویدیو زیاد نشه، باز براتون نشان میدم. خب الان گوشت چرخ شده ما تا حدودی سرخ شده، آب گوشت چرخ شده خشک شده. اولش که وقتی داخل روغن میریزین آب جدا میکنه، بعد آبش که خشک شد حالا سبزیجات بهش اضافه میکنم. من هویج اضافه میکنم، یک کوچولو با هویجش هم تفت میدیم. بزنیمش بزنیم بعدش رو کجا کنم، اینا رو دور بریزم بنا دارم. هوای هویجش تفت میدیم، یک در حد یک دو دقیقه یک کوچولو نرم بشه. خب در حد دو دقیقه که هویج تفت دادیم یک کوچولو پیاز کردیم نرم شده. حالا بعدش اضافه کنیم کلم سفید یا کلم بنفش، میتونید کلم بنفش هم استفاده کنید، خیلی خوشمزه میشه. در حد دو دقیقه تفت بدیم تا کلم نرم بشه، حرارت چند نسبتا بیشتر باشه که آب جدا نکنه. خب من سیرش هم اضافه کنم. سیره حتما بزنید که بوی بعد گوشت گرفته بشه. حالا به سیرش تفت میدیم. پیازش رو اضافه میکنیم. پیازش رو آبگیری کردم، از با ماشین چرخ کردم که خوب ریز باشه. خب
گوشنیز تازه اضافه میکنیم. خیلی عطر و طعم خوبی میدن. گوشنیز حتما بزنیم. هر چی رو خواستین حذف کنین حذف کنین، فقط همین گوشنیز رو حذف نکنین چون واقعا طعم خوبی میده. نمک فلفلش هم بزنیم که مواد آیفانو به صحبی مزادار و خوشمزه بشه. فلفل سیاه اضافه میکنیم. اینجا فلفل قرمز نمیرزم، سیاه خیلی خوشمزه ترش میکنه، طعم داره. یک کم نمک، مواظب باشیم که شروع باشه. زردچوبه، تخم گشنیز هم اگه داشتیم پودرش رو اضافه کنیم. از من پودر نکردم تخم گشنیز، ولی به جاش از همون ادویه مرچ مصالحه اضافه میکنم. همون مرچ مصالحه معروف ادویه افغانستانی که داخلش همه چی داره، تخم گشنیز رو نمیدونم، نعنا، گشنیز، همه چی، گردو، تمامی مواد. حالا تفت میدیم با ادویه هایشی. وقتی که همهشون با هم مخلوط شد دیگه لازم نیست حالا بخواییم نان سرخ کنید و نمیدونم قروفرش رو زیاد کنید، ولی وقتی دیدیم که یک کوچولو همهشون با هم مخلوط شدن، عطر فلفل سیاه و ادویه هایتون به مشام رسید، سیرش رو خاموش کنید، دیگه نیاز نیست از بیشتر بمانه. مواد حسابی مخلوط کنید و حرارت رو خاموش کنید. در همین حد کافیه، حرارت خاموش. همینقدر که کل مواد با هم مخلوط شد، سبزیجات سبک شد، نرم شد و ادویه هایش رم زدیم و مخلوط کردیم و حالا حرارت خاموش میکنیم، میذاریم تا سرد بشه. توی فاصله که سرد بشه باز بریم خمیرش آماده کنیم. دیگه ماشاءالله غذاهایی از ما مردم قیرفل خیلی زیاد داره که آی ایش را آماده کنه. چند مرحله ای، اول قرمش آماده میکنی، بعد مواد داخلی خمیر آماده میکنی، بعد خود خمیر آماده میکنی، باز ماست سیرداش را آماده میکنی، ولی در عوض میارزه، خیلی خوشمزه. به خاطر همین مواد آی خانم را گذاشتیم که سرد بشه. حالا توی فاصله میخواییم خمیرش را آماده کنیم. یک عدد تخم مرغ، روغن اضافه میکنیم، حدوداً 2-3 قاشق غذاخوری، دو چقدرم کم بود اونی که قبلش، این هم حدوداً 3 قاشق غذاخوری روغن، کوچولو آبم اضافه میکنم، نمکش هم میزنم و حالا وقتی پیش میکنم. آرد هم اضافه میکنیم. اگه یه وقت آبش کم بود باز میتونید آب اضافه کنید. اولش یک مقدار اضافه کردم که تخم مرغ اینا مخلوط بشه. لیوان دوم اضافه میکنیم. خب دیگه وقتشه که با دست خمیر کنیم. دستای من تمیز شسته عزیزا، ناخونای من گرفته، پس از این بابت که دستکش ندارم نگران نباشین. خب حالا مقدارش هم کمی، یک کوچولو آب هم اضافه میکنیم. لیوان سوم هم اضافه کنید. اگر آبش کم بود باز بهش آب هم اضافه میکنیم. خشکی ها رو یک طرفه کنید، بهش آب اضافه کنید. خیلی خوب ورز بدین که یک خمیر خیلی عالی آماده شده، نه خیلی سفت باشه نه خیلی شور باشه.
الان روی زمین میشینم و خمیر آماده میکنم. دور کاسه دورگیری کنید که آردی نمونه، خمیری نمونه. وقتی هم که خمیر آماده میشه دیگه دور ظرفتون هم تمیز شده باشه. خمیرش رو گذاشتم که استراحت کنه. از توی فاصله ماست چکیدهش رو آماده میکنیم. ماست چکیده رو با یک مقدار نمک و چند حب سیر و یک مقدار آب رقیقش کنید. حالا بریم برای باز کردن خمیرش. خمیر ما هم حدود 10 دقیقه یک ربع استراحت کرده عزیزان. دستم رو با آرد آردی میکنیم. دو تقسیم میکنم همین خمیره. هر تقسیمش میشه یک رول. یکی دیگهش روش بپوشونید که خشک نشه تا واقعی. یکم خمیر چسبنده به خاطر تخم مرغی که اضافه کردیم. خب زیرش آرد میپاشیم و حالا وردنه میزنیم و خمیر رو نازک میکنیم. یک تعداد از دوستان گفتن که چجوری ما خمیر رو وردنه بزنیم، وردنه زدنش هم ما آموزش بده، ما بلد نیستیم. یک کار خاصی نداره، از زیر روشه که آرد پاشی کنید به وردنه تون نمیچسبه. بعد فقط گاز بزنید تا باز بشه خمیرتون. دیگه ترفند خاصی نداره. میتونید ماشین آش بخرید. با ماشین آش اصلا نیاز نداره که شما الان میخواییم وقت بذاریم وردنه بذاریم. با ماشین آش خمیر رو نازک کنیم. من حالا این تا هر اندازه ای که جواب بده نازک میکنم خمیره. باز برای تا نشان میتونم. خب دو تا خمیر رو من باز کردم. این آردای اضافی شده از روش برم دارم. یه میخواییم از مواد آی خانم بریزیم. داخلش آرد نداشته باشه بهتر. از همین مواد میریزیم روی خمیر. مواد دو بخش کنید که برای اون یکی خمیر هم جواب بده. البته فکر کنم خمیر چون بزرگه دو تا خمیر جواب نداره. اشکال نداره. من همین رو پر میکنم بعدش باز برای اون یکی دیگه اگه لازم بود با سبزیجات هستش. او رو آی خانم سبزیجات تیار میکنم. کل این مواد همه خمیر رو به زور بس کرد. حالا که مواد آی خانم کلا روی خمیر پخش کردیم، از یک طرف لول میکنیم یا رول میکنیم. این آسون ترین روش پخت آی خانم یا منتو هستش که منتو رو میتونید به همین شیوه درست کنید. این آردای اضافه شده رو بتا کنیم. زیرش خیلی آرد داشته.
قسمت حساس نشین روی آلایشی. کل مواد رول میکنیم. خوب همون تو یک آی خارم پرملات در عوضش باز خو یک خمیر میدنیم. من خواستم توی دو تا خمیر اینا رو درست کنم، هیچ کدوم از موادش هم حیف نکنیم. و همین شکل کف دیگ منتور رو بذاریم چرب کنم. از کف دیگ منتور رو خوب چرب میکنیم و آی خانم رو در داخلش انتقال میدیم. خیلی مواظب باشین که از پیشتان خراب نشه. به همین شکل و به این شکل. یه آردای روش هم بردارین که روش رو میخواییم چرب کنیم در اثر حرارت خشک نشه روی خمیر ما. رویش هم چرب میکنیم که همین آردا بره و هم موقع بخار خوردن خشک نشه. آب جوش هم بذاریم سر گاز ببریم بذاریم داخل دیگه منتوی خود که حرارت ببینه. حدود 15 الی 20 دقیقه حرارت ببینه کافیه. از قرمه هم یک سر بزنیم انزا ببینیم پخته شده یا نشده. خب لاب هم گرفته. ولی خب لپه هر چقدر بیشتر نرم بشه خیلی بهتره. میذاریم تا زمانی که آی خانم کاملا آماده بشه بذاریم بجوشه. هم لاب میدازه هم که خب مغز لپه پخته میشه. الان هم آب به جوش بیاد بعدم آی خانم ها روی دیگ میذارم روی مایی تبلد. آب مو به جوش آمده از الان آی خانم در روی آب جوش انتقال میدیم. میذاریم که حدود 15 الی 20 دقیقه بخار پز بشه. خب آی خانم رو آره برش بزنه رو یک چاقوی بزرگتر برداریم. ولی خب من با این چاقو میزنم چون که خیلی تیزتره به نسبت بقیه چاقو. برش بزنید که راحت تر بتونید داخل ظرف بچینید. یعنی بخواید اینجوری ورداریم بخار میزنه. بخواید اینجوری ورداریم خیلی چیز میشه به هم میریزه چون سنگین هم هستش خمیرش کلا وا میره. همینجور برش کنید بعد داخل ظرف دلخواه بریزید. روش هم ماست بریزید زیرش هم ماست بریزید. حرارت من خاموش نکردم بخاطرم دستم بخار میزنه خیلی میسوزونه. از همین ماست سیرداری که آماده کردیم کف ظرف سر میریزیم و بعد آی خانما رو اینجا انتقال میدیم. اینم از آی خانم ما برش هم زدیم. ترسون سده ترسون کم سرم و حالا دانه دانه همین رولایی که برش زدیم انتقال میدیم در داخل بشقاب من. از همین ماست سیر دارم روی این رول ها میریزیم. روش دیگه به دل خودتان است. وقت گرسنه شدم که اصلا تان در دیزاینش فکر کنم. خب از این قرمه ای هم که آماده کردیم یکم یکم میریزیم سرش. یک مقدار نعنای خشک
میریزیم برای عطر بهترش. دو دقیقه دارم ماما جا فرم میکنم. از اون ادویه‌ای که از آماده کرده بودیم، ادویه چی بود؟ مرچ مساله. از اون هم رویشی بریزیم. واه واه خیلی خوشمزش میکنه. چند تا هم یک مقدار کوچولو و کم هم گشنیز تازه برای عطر بهتر و دیزاین بهترش. برای تو جدا میریزم مامان جان، تو اینجور دوست نداری؟ خب خب عزیزا، ایم از آی خانم ما، آی خانم رولی که خیلی خوشمزه و عالی. بذارم من دورش هم یه خورده مرتب کنم، همین چیزایی که دورش ریخته را تمیز کنیم. الان بهتر شد. اینم از آی خانم رولی ما که خیلی پرملات و خوشگل و خوشمزه شد. همیال بویش پیچیده در خانه دیگه، خدایش اصلا گروس نشدیم. مصطفی هم نیومده در خانه آماده کنیم. خیلی راحت سری مثل یک ساعت هم آماده کردم دیگه. از شما فکر شو بکنید اگه قرار بود اینا رو قالب دونه دونه قالب میزدم بعد اونا رو پر میکردم چقدر وقت از من میگرفت و خیلی خسته میکرد. به نظرم این روش یکی از بهترین روش هایی که در وقتتان هم خیلی صرفه جویی میشه و هول هولکی هم اگر حواس کنین میتونید که آماده کنین.